از خودم بدم میاد. خوشه خشم من و تو تشنه بارون، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تارو یا بازه. سلام، خیلی خوش برگشتین به کانال خودتون. میریم ادامه آلبوم زوزا رو گوش کنیم با هم، تراک از خودم بدم میاد. از اسمش مشخصه که فکر میکنم اینم وایب دو تا تراک قبلی رو داره، و چیزی که من بهش فکر کردم اینه که اسم آلبوم زوزا است و میتونه کلن اصلا آلبوم یه جورایی ناله و وقتی که تو یک درد زیادی رو داری متحمل میشی که کاری از دستت بر نمیاد، مجبور به ناله کردن، شکوه کردن مداوم میشی. یعنی این حرفا رو باید با یکی بزنی و یه جورایی حالت گرگی میشه که انگار زوزه میکشه. زوزه میکشه از قبل. و فکر میکنم که اصلا کلن محتوای آلبوم میتونه اینطوری. آره اتفاقا خیلی همچی براشی کردم از اسم. انتخاب خوشمندانه ای هم باشه. گوش خواهیم داد به ترک از خودم بدم میاد که البته در این ترک خب گیتار همچنان فکر کنم در کل آلبوم رو گیتار رو شو حسام زده، ولی بیت پروڈیوسر چیلن ریلکس و پروت ریجی هم پروت ریجی بریم هست. گوش کنیم داد. این واسه اونه که خوشون بشون میاد، اصلا خود بیت هم انگار زوزه میکشه. آره تو من خودم بدم میاد، چون وقتی همه جنگیدن نشسته بودم، میگفتم فرشته ها رفتن، فهمیدم اونا که واسه آزادی پر کشیدن فرشته بودن. من خودم بدم میاد چون تا دیروزم میخواستم بازم یه تک به کوبم بگم به من چه، میگفتم فقط این مهمه که الان به ام برسه الکل و برسه دودم. این خوبه، این قشنگه. همون حرف تو شد در شرکای دیگه اعتراضی هم خواهد پرداخت و به این روزا اشاره خواهد کرد. خب به سبک خودش دیگه، و به نظر من میگم یه توجهی که کردم به اسم آلبوم اتفاقا تازه جهت گرفت آلبوم و باحال شد. و اینم میدونستم از خودم بدم میاد میخواد بگه به خاطر اینکه کاری از اون برنمیاد، جایی هستیم که کاری از اون برنمیاد. و اینم میگه به خودم بدم میاد خیلی داریم همش به الکل و دودم، یعنی به اون نشه بازی خودم رسته بودم. از خودم بدم میاد چون وقتی از تو خیابون میومد صدا جیغ، من نشسته بودم خونه نرسه به ماسیب، بسته بودم رو این که همه تون به بازی، فکر نمی کردم که وایسی. از خودم بدم میاد چون میگفتین اتصاب و میرفتم مغازه، میخواستم فقط من باشم اونی که نبازه چیزی خط رو. آفرین، من فکر کنم باز داره دلی میخونه. نه از اولش اصلا گفت این برای کسایی که کلن از خودشون بدشون میاد، اونه که این کارمان از خودشون بدشون نمیاد حقیقتا، چون اگر این حسو داشتن که خب کنار بقیه بودن. چرا خب شاید بعضی هم هی به مرور در این صد روزی که گذشته به این نتیجه رسیده باشن. مخصوصا ببین معنی انقلاب همینه، روز اول تو یه روز شکل میگه. آخه اون اوایلش همه فکر میکنن یه هفته است دو هفته است همه چی برمیگرده به روال، ولی الان همه میدونن که خب الان داره به همه اشاره دیگه میکنی. اونوری نداره، چون اونوری بر نمیگرده به روال قبل. میگه من فکر میکردم که تموم میشه، ولی شما موندین پاشو گفتین اتصاب کنیم، رفتم مغازه هم باز کردم. و داره کلا از نمیتونم بگم قشر خاکستری، شاید هم دیگه قشر خاکستری نمیشه. ببین یه نکته، اصلا میخوام یه فکت بگم، کسی که به هر دلیلی شاید نیستن وسط من اینجوری، اصلا میخوام یه فکت بگم. ببین الان همین ترک هایی که این روزه داره میاد، ببین ویو هاش چقدر پایینه در یوتیوب همه آرتیست ها تقریبا میتونم بگم، حتی ویو های ما یوتیوبر های دیگه خیلی پایینه. این نباید فکر کرد که اگر که همه چی برگرده به سه ماه پیش، یعنی همه چی اوکیشه، همه چی برمیگرده به سه ماه پیش، این اتفاق هیچ وقت نمیفته با این شرایط، مگر که ایران از پایه همه چیزش عوض بشه. وگرنه از کوچکترین کارها تا بزرگترین کار هیچ چیزی مثل سابق نمیشه، آدم ها مثل سابق نخواهند شد. صابو میرفتم مغازه، میخواستم فقط من باشم اونی که نبازه، چیزی خط رو زندگی من اندازه. اونی که فقط نبازه من باشم، خط رو زندگی نمیشه، رو همه خط خطی شدن این روزا.
تازه من داشتم اندازه خودم بدم میاد چون نمیدونم حسم باید چی باشه به اونی که ساکته کلی فوش دادم بهش و حتی نمیدونستم میتونه پا بشه و واسه جلو داشه شاید الان از ده رو شقیقشه شاید ترسوه غریزشه شاید اصلا میترسه که حریف نشه اصلا نمیدونم توی دلم چی جریمشه خودم بدم میاد چون هیچ قدمی بر نداشتم واسه عدالت ولی نشستم همه تونو کرم قضاوت چون دیدم میزنه ولی داد نزدم بلند که چرا زد میگفتم من که دارم همه چی تو زندگیم پس چرا فکر کنم چی میگذره توی اوین به من چه اون نمیخوابه شبا با دل سیر چرا باید من برم واسه شون تو دل شیر باریکلا خیلی داره چیز میگه آدم های مختلفی داره میگه و آره قضاوت های اشتباه میدونی این روزا خیلی فقط نشستن قضاوت میکنن خیلی ها نمیدونم میگه همه مدل رو داره میگه خب و اینکه اولش میگه برای شاید خیلی از شما هم خیلی درصد زیادی از شما هم باشه که خودتون بدتون میاد شاید منم این حس رو گهگاهی بکنم حالا به هر یه دونه از این دلایلی که داره میگه یکیش ممکن شامل حال من بشه و دوست دارم کانسپتی که استفاده کردم همینو میخواستم بگم اولا که درک اعتراضی خوبیه چرا؟ چون ترک اعتراضی فقط اون نیست که تو بیای بد و بیرا بگی یا تو تند و تیز باشی باید تاثیر داشته تو میتونی در یک کانسپت خیلی دیده شد دوست دارم درود بر کچیبیز درود بر واقعا چقدر دیده شد دوست دارم که این وسط اومده یک کانسپتی جدیدی که کسی بهش نپرداخته انتخاب کرده و این یه ترک اعتراضی خوبه به نظر اومده من به نظر حرف من. خوب داره میزنه اکثر ترک های اعتراضی که تا حالا اومده بیرون یا طرف مقابله یعنی اون اکیپ مقابله که دشمن هستن رو مورد خطاب قرار داده ایرادی هم نداره اونا ما. یا اومدن بچه هایی که وسط میدونن رو هایپ تر کرده و مورد خطاب قرار داده ولی خیلی جالبه کچویز اومده دست کشه رو اونایی که دستشون باشه نمیشه باریکلا خیلی دوست داشتم ببین آره اون همونجوری که اون ترک ها اینم آره. نیازه و باری که الان به دید و هوشی که داشته آره و در این انتخاب من چه اون نمیخوابه شبا با دل سیر چرا باید من برم واسه شون تو دل شیر از خودم بدم میاد واسه بی خیالیم واسه این که تو واسه من میدیالین و مثل که هم معرفت نشد چیزی آلیم و پشتتن فقط مجازی و دیجیتالی یه است تو من از خودم بدم میاد چون وقتی همه میجنگیدن نشسته بودم اونجا شو دوست داشتم میگه که از خودم بدم میاد که تو به خاطر من میدی آلین حالا آلین که لفظ چیزه ولی منظورش اینه که تمام تو گوشی وسط داری میجنگی لفظ پوکروازی ولی همه دار نداره آره ولی من تو مجازی نشستم و فقط حرف میزنم اینم لفظ خیلی قشنگی بود تفاوتیه که بالاخره ماها که شاید دستمون نمیرسه به داخل ایران و اون عزیزایی که وسط میدون هستن داریم ما هم البته خیلی دوست دارم که کچی تو این لیریکسی که نوشته نیومده نصیحت کنه بگه شما این کار رو کردین از خودتون بدتون باید بیا خودش رو در کنار اینا گذاشته و خیلی خوب نوشته من خیلی دوست دارم چون نایدم در تو من گرم بودم و نایدم سرت شد نفهم بودم و نشیدم حرف تو از زد زدم و خریدم سهم تو خودم بدم میام چون وقتی دیدم میکشه چشامو بستم و دعا کردم واسه خودم وقتی گرفتم کتابو دستم هر شب نگاه کن مستم انگاه جمعه است اصلا همه فکرم بومبسته استم چرا مرده است دلم ته دره به جا قله است چکا کنم دیگه دارم فهمی کنم منم به پا شدن ولی نمیدونم میشه چشا رو بست رو من رو بخشید و زد این حساب و خط من که میگم خودم هم خودم بدم میاد تو هم بیاد چون من کلن پرم و چرندیاد همه سیام همه سیاه بازی همه شیام حالم بدتر همه سیام بگو جا داری تو قلبت که منم بیام خیلی خوبه اصلا تمام موهای بدن که واقعا خیلی خوبه میگه من زندگیم سیاه‌تر از مستیام اصلا خیلی دوست دارم میگه که دارم کم کم به این فکر میکنم که منم پاشم بیام وسط ولی مثلا تو میتونی ببخشی خط بکشی رو همه این نکردنام کمکاری کردنام شاید و تو دلت یه جایی بدی من بیام اصلا خیلی یه جوری ته دستی قرار داد من حسابی حالم بدتر هم هستیم بگو جا داری تو قلبت که منم بیام میخوام برگردم به اصل خودم از اینی که بودم من خسته شدم میخوام طعم عشق رو دوباره باد مزه کنم میخوام اون روزی که میمیرم بدونم حداقل دست پرم این مکس خوب ببین عالی بجا اونجا که میمیرم با
بابا همینجوری حالمون خرابه. میمیرم بدونم حد اقل دست پرم. من خودم بدم میام. خودم بدم میام. یه حس تو من که وقتی همه میجنگیدم من نشسته بودم میگفتم فرشته ها رفتن. فهمیدم اونا که واسه آزادی پرکشیدن. فرشته بودن. یه حس تو من من خودم بدم میام. به به چقدر تحت تاثیر قرار داد من و این خیلی شایدم آفرین به کچی بیتز تا اینجا بهترین ترکی بوده تو این ستایی گوش کردم واقعا چون از تای دل نوشته بود یه جایی رو هدف قرار داده بود کلن آرت و آرتیست همیشه یه نقطه‌ای رو توی اون بیننده و ویورش هدف قرار میده قبل از که شروع کنه به کارش به نظرم دقیقا همون نقطه زد اصلا آخر ترکش آتوش فقط تو داری فکر میکنی خیلی کارش اصلا خیلی دوست داشتم کارش واقعا درجه یک بود واقعا از ته دل دوست داشتم حرفی رو که زد و چون از دل نوشته بود به دل اینجوری میشینه برای من واقعا بهترین ترک بود تو این ستایی که گوش کرده بودم تا اینجا کار از این آلبوم و دمت گرم دمت گرم کچی و خوب جایی زدی یعنی کانسپتی رو رفتی انتخاب کردی جایی لیریکس نوشتی که کسی بهش نبرداخته بود این از دیده خوبت بوده و حرفایی هم که زدی حرف درست بوده حرف حساب بوده دمت گرم دمت کل بچه های زیتاگر بابت تیمی که کار کردن بابت این ترک دمت شما گرم که تا آخر ویدیو همراه من آنایتا بودی حتما که منتظر نظرتون در کامنت ها هستیم دم همه ایرانی ها گرم بر کل دنیا گرم چنان پرچم بار نگه داشتم اصلا بچه که تو ایران هم بیدونی قلب ما هر لحظه با شما همراه این روزا خیلی زیاد مواظب خودتون باش دوستتون داریم خدا حافظ.